سلام، بر ساعت خبر از یک با من شکیلا شمس خوش آمدید. روزاتان بایوار رئیس یونما اظهار داشت که منجمد شدن دارایی های افغانستان مانع توسعه سکتور خصوصی این کشور شده است. او در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان هشدار داده که مقام های کنونی این کشور در نهادهای بین المللی حضور ندارند و افغانستان از جامعه جهانی جدا شده است. رئیس یونما همچنان تاکید کرده که تجربه های تحریم های بین المللی موجود وضعیت حکومت داری در افغانستان را پیچیده تر کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی را شکست داد. در این بازی نخست آفریقای جنوبی توپزنی را آغاز کرد و 107 دوش را به تیم ملی کرکت افغانستان هدف تعیین کرد که تیم ملی پوشان کشور توانست در آور 26 با از دست دادن 4 بازیکن به هدف برسد. بازی های دیگر این رقابت ها جمعه و یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. شیخ بت‌الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در ادامه سفر خود به ولایت‌های شمالی کشور در تخار با مقام‌های محلی علمای دین این ولایت دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه مقام ولایت بلخ، در رهبر امارت اسلامی در این دیدار گفته که نظام کنونی بر مبنای قرآن و شریعت استوار است و به گفته او قوانین بر اساس شریعت تدوین می‌شوند. رهبر امارت اسلامی از قوانین بین‌المللی انتقاد کرده و بیان داشته است که این قوانین بر مبنای خواسته‌های انسانی تنظیم شده است. شیخ بت‌الله آخوندزاده افزوده که قوانین کشور نیز در گذشته از منابع اروپایی، امریکایی و بریتانیایی تدوین شدند که اکنون این قوانین بر اساس کتاب الله، فقه و حدیث تدوین می شوند. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در نشست کشورهای آسیای میانه و آلمان در آستانه از جامعه جهانی خواسته که برای توسعه افغانستان صلح‌آمیز و پیشرفته تلاش کنند. این کشور بر اهمیت گسترش روابط سیاسی با افغانستان نیز تاکید کرده است. در همین حال نخست وزیر آلمان نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده است. هیئت به سرپرستی نورالحق مخدوم معین وزارت داخله به ولسوالی سنگتخت ولایت غور سفر کرده است. این هیئت به هدف دلجویی از بازماندگان قربانیان کشتار غیرنظامیان دایکندی به این ولسوالی سفر کرده است. معین وزارت داخله در دیدار با بازماندگان این رویداد بر بازداشت و مجازات عاملان آن تاکید کرد. برنامه جهانی غذا میگوید که بعد دست کم 12 میلیون تن از مردم افغانستان نمیدانند که وعده غذایی بدی آنها از کجا فراهم می شود. این برنامه همچنان گفته که برای ادامه کمک به نیازمندان در افغانستان برای 6 ماه آینده به 670 میلیون دلار نیاز فوری دارد. این بود مهمترین های این ساعت که تقدیمتان گردید. تشکر از توجهتان. با برنامه های یک همراه باشید. وقت بر شما خوش.